هیچ ژانری مثل ژانر وحشت مخاطب رو اینقدر با خودش درگیر نمی‌کنه. وحشت فقط خون و خونریزی نیست. یه سفر عمیقه به تاریک‌ترین گوشه‌های ذهن خودمون. وحشت ترس‌هامون رو به رومون میاره و باهاشون روبرومون می‌کنه. سایلنت هیل 2 یکی از بهترین نمونه‌هاشه. این بازی با روایتی ساده پیچیده‌ترین احساسات آدم رو به تصویر می‌کشه. ترس‌های پنهان، گناه‌ها و پشیمونی‌ها همه و همه توی این بازی به نمایش در میان. هر چقدر بیشتر تو داستانش فرو میری، بیشتر احساس میکنی که بخشی از دنیای بازی شدی. تأثیر این بازی روی صنعت گیم انکار ناپذیره. خیلی از بازی‌های ترسناک امروزی مدیون سایلنت هیل 2 هستن. حالا که قرار بازسازی این بازی کلاسیک به زودی منتشر بشه، هیجان همه جا رو فرا گرفته. البته نسخه اصلی هم هنوز حرفای زیادی برای گفتن داره. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شما این با بررسی جدیدترین نمایش‌های منتشر شده از بازی مورد انتظار سایلنت هیل 2 ریمیک. Just put the gun to their head. تریلر داستانی ریمیک سایلنت هیل 2 با الهام از تریلر ایتری بازی اوریجینال طراحی شده و بسیار خوب و گیرا از آب در اومده. در قسمتی از تریلر کاتسین معروف نسخه اوریجینال رو میبینیم، یعنی اونجایی که ماریا و جیمز روبروی هم پشت میله ها نشستن. در قسمت هایی از این تریلر نسخه ریمیک کاراکتر ادی رو میبینیم که از نگاه صدا پیشگی و ظاهر بسیار وفادارانه و خوب نسبت به نسخه اوریجینال طراحی شده. در بخش های دیگه از تریلر سکانس های مربوط به آنجلا رو میبینیم که توی یکی از اونا به نظر میرسه ظاهرش اندکی تغییر پیدا کرده و نسبت به نمایش های پر حرف و حدیث قبلی بهتر شده. نکته ای که در تمام این نمایش ها به چشم میخوره اینه که صدا پیشه ها به خوبی کارشون رو انجام دادن و متوجه حال و هوای بازی شدن و سعی کردن لحن روایی بازی رو رعایت کنن. مثلا لوک رابرت صدا پیشه جیمز، شخصیت اصلی بازی، خیلی وفادارانه جیمز ساندرلند رو صدا پیشگی کرده، چیزی که خودش تو مصاحبه های قبلی هم بهش اشاره کرده بود. When you're playing an iconic character such as James Sunderland, you obviously have to respect the original. نکته ای که باز هم تو این نمایش دیده میشه فضاسازی بسیار خوب شهر سایلنت هیله. بلوبر موفق شده المانهای آشنای محیطی بازی رو حفظ و عناصر بروزتری بهش اضافه کنه، عناصری که در خدمت روایت داستان در میان. نمایش دیگه از گیم پلی بازی منتشر شد که در ادامه سعی میکنیم به نکات برجسته اون نمایش هم اشاره کنیم. بازسازی صحنه اول بازی نسبت به نمایش‌های ابتدایی تغییر کرده و جیمز دستش رو یه جور دیگه رو صورتش میکشه. همچنین نورپردازی صحنه دستشویی هم اندکی تغییر کرده و بهتر شده. در ادامه مسیر منتهی به گورستان رو میبینیم که این بار با دوربینی روی شونه دیده میشه و میشه جزئیات بیشتری رو دید. چیزی که مشخصه اینه که فضای این مسیر نوستالژیک بسیار خوب و با جزئیات طراحی شده. در ادامه جیمز به چاه معروف اول بازی میرسه، یعنی جایی که بازیکن برای اولین بار میتونه بازی رو سیو کنه. به نظر میرسه تو نسخه ریمیک میشه به ساختمون هایی که تو نسخه اوریجینال نمیشد وارد شد رفت و همچنین معماهای جدید به بازی اضافه شدن. مثلا این معما که تو ساختمونی که رو شیشه‌اش نوشته‌ای به چشم می‌خورد وجود داره. گیم پلی مبارزه‌ای بازی انصافاً خوب از آب در اومده. باید این نکته رو در نظر داشت که بازی‌های سایلنت هیل نسبت به بازی‌های مثلا رزیدنت ایول روی اکشن و مبارزه مانور نمی‌دن و بیشتر جنبه‌های روانشناسانه و ترسناک رو در روایتشون به کار می‌گیرن. به همین دلیل گیم پلی اکشن بازی بسیار به اندازه و مناسب عنوان سایلنت هیل 2 طراحی شده و حتی از نسخه اوریجینال چند پله جلوتره. در قسمت انتهای این نمایش مبارزه با کله هرمی رو می‌بینیم، مبارزه‌ای که نسبت به نسخه اوریجینال بهتر و روان‌تر طراحی شده.
در قسمت‌های دیگه بخش‌های آشنایی مثل استخر خالی بازی اوریجینال رو می‌بینیم که یک کالسکه هم وسطش قرار داشت. در این بخش جیمز به دشمن‌ها شلیک می‌کنه و میشه دید که گامپلی بازی مناسب و خوب طراحی شده و از لحاظ نشانه‌گیری شبیه بازی‌های مثل رزیدنت ایول 2 ریمیک. در بخش دیگه صحنه معروف دست کردن جیمز تو توالت دیده میشه. به نظر میرسه این بار یه آیتم دیگه نسبت به نسخه اوریجینال پیدا می‌کنه. البته انتقادهایی هم در شبکه‌های اجتماعی به بخش‌های از این تریلر وارد شده. مثلا اگه بخوایم ماریا رو تو دو تا نسخه اوریجینال و ریمیک کنار هم قرار بدیم به تفاوت‌های زیادی برمی‌خوریم. اگه از ظاهر کاراکتر بگذریم به نظر میرسه نورپردازی نسخه اوریجینال سر و شکل بهتری نسبت به نسخه ریمیک داره و همچنین نوع نشستن ماریای نسخه ریمیک متفاوت‌تر از نسخه اوریجیناله. نکته‌ای که کاربرای زیادی تو شبکه‌های اجتماعی بهش اشاره کردن. کاربر دیگه‌ای نوشته نسبت اندازه سر به بدن ماریا متناسب نیست. همچنین انیماتورهای حرفه‌ای هم پیشتر به انیمیشن حرکتی کاراکترهای بازی انتقاداتی وارد کرده بودند. You know, when you mocap something, you gotta have something that you actually grab, and I don't think they did. It feels a little weird. اما بلوبر و کنامی نشون دادن که به نظر مخاطبا اهمیت میدن، چرا که حرکات دست و نورپردازی صحنه‌های ابتدای بازی در تریلرهای جدید نسبت به نمایش‌های اولیه تغییر پیدا کرده و خیلی بهتر شده. در ادامه سعی می‌کنیم به نگاه منتقد گیم اسپات بعد از تجربه چند ساعته بازی بپردازیم. اون میگه سوالی که ذهن خیلی از طرفدارا رو درگیر کرده اینه که آیا سازنده‌های جدید میتونن اون حس و حال خاص نسخه اصلی رو زنده کنن؟ آیا میتونن ترس‌های ما رو به همون شدت قبلی تحریک کنن؟ البته این سوالا کاملا بجاست، مخصوصا بعد از اون تریلرهایی که زیاد امیدوارکننده نبودن. با این حال وقتی چند ساعتی رو با بازی گذروندم، مخصوصا بخش معروف آپارتمان‌های وودسایت، تحت تاثیر قرار گرفتم. اگه بازی بتونه این حس و حال رو حفظ کنه، قطعاً با یه بازسازی استثنایی روبرو میشیم. تیم سازنده که ترکیبی از توسعه دهنده های اصلی بازی و چهره های جدیدی که سایلنت هیل 2 رو یکی از الهام بخش‌ترین بازی های خودشون میدونن هستن، به طرز قابل توجهی به نسخه اصلی وفادار بودن. مبارزه های نسخه ریمیک کاملا در خدمت بقیه بازی قرار داره. مبارزه ها تو سایلنت هیل 2 خوبه، اما در اولویت نیست. خوشبختانه تیم سازنده با صداقت در مورد این موضوع صحبت کرده. درست مثل نسخه اوریجینال، انتخاب سطح سختی مبارزات و معماها هم وجود داره. البته نمیشه از مهمترین تغییر یعنی گرافیک بازی چشم پوشی کرد. بازسازی سایلنت هیل 2 یه بازی فوق‌العاده زیباست که کثیفی، زشتی و البته مهر رو که بازی اصلی رو جذاب کرده بود کنار نذاشته. در واقع بیشتر هم کرده. لوکیشن ها با چند تا ساختمون و مغازه جدید گسترش پیدا کردن و کلی چیزای کوچیک و جزئیات دنیا رو واقعی تر کردن. با این حال چیزی که بیشتر از همه تاثیرگذاره موسیقی و صداگذاری بازیه. آکیرا یاماوکا موسیقی بازی رو بازنویسی کرده و تم‌های آیکونیکش رو حفظ. علاوه بر موسیقی جدید، تمرکز روی صدای سه‌بعدی هم دیده میشه. صدای قدم‌ها، خراش‌ها، ناله‌ها و جیغ‌ها بیشتر آزاردهنده و در عین حال بهتر شدن. منتقد گیم اسپات بعد از تجربه بخشی از بازی عنوان کرده که بازی بسیار بهتر از اون چیزیه که تو نمایشا دیده میشه و حدس میزنه حدود 8 ساعت گیم پلی داشته باشه. با تمام این صحبت‌ها باید صبر کنیم و ببینیم که آیا بلوبر و کنامی موفق میشن تجربه موفق نسخه اوریجینال رو تکرار کنن یا نه. I am here for you, James. See? I'm real. این اسنیک یا این اسنیک یا حتی این یکی اسنیک، ولی ظاهرا یکیشون یه جورایی پدر همشونه و اسمش هم بیگ باسه. یه سرباز افسانه‌ای که به درجات بالای نظامی رسید و داستانش فراز و فرودهای خاص خودشو داشت. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شما ایم با سی فکت جالب درباره کاراکتر بیگ باس از فرانچایز متال گیر سالید. Commencing virtuous mission now.